أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حیات نسبت به آینده، هیچ بشری حیاتش تموم نمیشه، همه هستن، هم خوبا هم فیها خالدون در بهشت، هم بدا در جهنم هم فیها خالدون. نسبت به قبل اونی که هست، کان الله ولم یکن معه شیء، خدای عز و جل بود، حیاتی نبود، حیات آفرید. بله، برای حیات، مختلف جوانب حیات، خدای عز و جل ارادش تعلق گرفته که به واسطه معصومین علیهم السلام، به واسطه ملائکه سلام علیکم، کارها را انجام بده. لا یموت آینده نسبت به همه است، لا فرق بینک و بینهم، یعنی تمام اون چه که خدای عز و جل انجام میده، تمام اونها را، این قدرت را خدای عز و جل به معصومین علیهم السلام داده. یعنی چون خدا به اونها داده، اونا همه کار میکنن، هم زنده میکنن، هم میمیرانن، هم شفا میدن. لابا هم از خدای عز و جل ما میطلبیم حاجاتمون را، چون مصدر تمام قدرت ها خدای عز و جل، قدرت ذاتی در خدا. هم از معصومین علیهم السلام میطلبیم که خودشون شفا بدن، خودشون عنایت کنن، چون خدای عز و جل این قدرت را به اونها داده. لا فرق بینک و بینهم، همین معناست. هر دوش درسته، هم خدای عز و جل اهل بیت را وسیله برای طلب از خدا قرار داده، یعنی ما از اهل بیت می طلبیم که واسطه بشن نزد خدای عز و جل. اشفع، شفع، معنیش اینه من اون چیزی که از خدای عز و جل دارم می خوام، یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، بقیه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، شما همونو وسیله بشید از خدا برای من بخواید. هم چون خدا این قدرت رو به اهل بیت داده، انسان از خود اهل بیت میطلبه خودتون انجام بدید. قرآن کریم داره ولو انهم و اذ ظلمو جاؤوک، اذ ظلمو انفسهم جاؤوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. بله، تا بعدش داره که لوجد الله ثوابا رحیما. بله، بعدش داره که خدای عز و جل به اونها میده و پیغمبر به اونها میده. خود خدای عز و جل اینجور قرار داده. مثل فرض کنید یک رئیسی که به یک شخصی میگه تمام اختیاراتی که من دارم تو هم انجام بده، قبول دارم من این را. وقت انسان میاد از اون شخص میطلبه که واسطه بشه پیش اون رئیس برای فلان کار، یا بهش میگه انجام بده خودت. خدای عز و جل اینجور قرار داده. اغناهم الله و رسوله وقالوا سيأتينا الله من فضله ورسوله. خلاصه خدای عز و جل هر دوش قرار داد. انسان میگه خدایا به من علم بده، به من عافیت بده، بعدم به حضرت رضا علیه السلام عرض کنه که شما این که من از خدا خواستم، شما همین را برای من از خدا بخواید، شفاعت. این معناش. بعدم به حضرت رضا عرض کنه خدا به شما قدرت داده، خودتون
به من بدید عافیت زندگی دنیا آخرت. بله. اما بعدش ثم لا یجدو ثم لا یجدو فی انفسهم. نه یه آیه دیگه داره که خدای عز و جل می فرماد قالوا سیؤتینا الله من فضله و رسوله. یعنی خدا می دهد و رسول خدا می دهد. یعنی خود خدا اینجور قرار داده، بس که حضرت عزرائیل را واسطه مرگ قرار داده، با اینکه خدا عز و جل می رندن آدم ها به دست خداست. خود خدا هم فرموده در قرآن کریم یه جا داره که بله الله يتوفى توفى يعني اخذ الله يتوفى الانفس حين موتها. خدا میمیرانه. دیگه فرموده توفته رسولنا، اون کسایی که ما میفرستیم. چون حضرت عزرائیل تنها نیست، یک مجموعه کمک داره که گاهی خودش گاهی از اون مجموعه استفاده میکنه برای میراندن افرادی که اجلشون رسیده. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. هم این درسته هم اون درسته. خلاصه اما مصدر قدرت خدای عز و جل، قدرت خدا قدرت ذاتیه، عین همون هم در نسبت به معصومین علیهم السلام هست. خدای عز و جل به آنها عنایت کرده، به آنها داده. بله. روایت داره که ائمه هستن علیهم السلام، امیر المؤمنین ائمه هستن، چون كل ما يجري في احدهم يجري في بقيتهم. این 14 معصوم علیهم السلام در همه چیز مثل هم هستن، الا در نبوت که خاص به پیغمبر اسلامه، اونا اوصیاء هستن. و الا در درجات که درجاتشون فرق میکنه، در عینی که یک جایگاه دارن، اما در عین حال مقام پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله بالاتر مقام امیرالمؤمنین و هکذا. 5 تن از بقیه ائمه بالاتر هستن. غیر از این در علم، در قدرت، در تمام خدا دادی ها تمامشون یکسان هستن. یعنی استفاده میشه از مجموعه ادله، از قرآن کریم، از روایات که تمامشون یکسان هستن. بله. در باب حضرت خضر و موسی ببینید در روایات داره این مطلب، این نسبت به حضرت خضر یک استثناء بوده، لذا حضرت موسی تعجب میکرد از این کارهایی که این کرده. یعنی خود حضرت خضر جاهای دیگه هم چی کاری نکرده، یه موارد خاصی بوده، یه استثناءاتی بوده. تو ذهنم تو بعض روایاتش اشاره به این جهت هست، تو تفاصیل ذکر کردن این را.
چی؟ کتاب فرق نداره، فرق نداره، ولا یغتب بعضكم بعضا اطلاق داره. اون بعضا زنده باشه یا مرده باشه، یه مؤمنی از دنیا رفته، یک بدی داشته که کسی نمیدونه، این میاد این را نقل میکنه. این غیبت، غیبت فرق نمیکنه. بله؟ همین، همین که خود شما گفتید تخصیص نداره. ولا یغتب بعضکم بعضا، این بعضا این نگفته زنده باید باشه، اطلاق داره، روایات چه مطلقه. تقول فی اخیک ما فی من ما لم یعلمه الناس، فرق نمی کنه. همین خود این که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، الرسول و اولی الامر وجوب اطاعتشون خدادادیه، اما اطیع الله اون وجوب اطاعت ذاتیه، نسبت به خدا ذاتیه، نسبت به رسول و اولی الامر خدا دادیه. لهذا دیگه اطیعو ذکر نشده برای اولی الامر، یعنی شاید یکی از اسبابش باشه. اطاعت کنید خدا را چون ذاتیه وجوب اطاعت خدا، و اطاعت کنید پیغمبر و اولی الامر را که اینا خدا دادی هستن. در این که خدا دادی هستن فرق نمی کنه. بله مقامشون فرق می کنه، یک یکی هم نبوت و که امامت که اونا نبوت دارن، بقیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نبوت هم دارن و امام الائمه هم هستن. نه ببینید میتونن این کاری بکنن تصنعاً، مثلا خلافی درست کنن برای خودشون و طلاق بگیرن، ظاهرش این بکنه که طلاق گرفت. به نتیجه اگه معلوم شد که خواهرشه، حالا اگه خواهر نسبی بوده نمیدونست، پدرش رفته یه شهری اونجا ازدواج کرده، دختر گیرش اومده، این بعد سالها اومده اون دختره رو نمیدونه خواهر نسبیشه، گرفته بود بعد معلوم شد خواهر نسبیشه، چیکار میکنه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن الرضاع لحمه کلحمه النسب، حکم نسب داره. کی؟ نه شون میگه آبروشون میره بفهمن اینجوری، میخوان کسی نفهمه. عرض کردم تصنع، تصنع خلاف و طلاق بکنن، مثل حرومن بر هم دیگه، چون جهل داشتن، اون جهل عذرشونه. تو روایت مسعود بن صدقه هم از حضرت صادق علیه السلام داره ولعلها اختک من الرضاعه.
اگر میدونه کسی خانه کسی رفت و میدونه این اهل خمس نیست، در اون چیزهایی که این مهمان تصرف میکنه، فرض کنید آب وضو میگیره یا خوراک میخوره یا اون فرشی که روش میشینه یا اون خانه‌ای که درش رفته را میره توش تصرف میکنه، میشینه پا میشه نماز میخونه، این چون مال دیگریه و تمام اموال او تحت تصرفش نیست، لحاظا شبه غیر محصور است. یعنی این میدونه در بین اینها غیر مخمس هست. اگر یقین داره اون چه که تصرف میکنه در او هم غیر مخمس هست، یعنی میدونه خونش درش خمس هست، با پولی که متعلق خمس بوده این خونه رو خریده و خمسش رو نداده، میدونه این فرش که روش میشینه، این آبی که داره وضو میگیره، اگر علم اجمالی محصور یعنی که همش محل ابتلاش باشه تمام اطرافش بود یا علم تفصیلی بود، وقت اون تصرف جایز نیست و اون تصرف از ولی خمس که فقیه جامع الشرایط باشه اگر اجازه گرفت، حالا چون اجازه بهش بده به این که تصرف کن، بعد اون مقداری که تصرف کردی خودت خمسشو بده، اشکال نداره، چه اون اگر صلاح دید اجازه داد که خمسشو نمیخواد نمیخواد خمسشو بیدی، اگر علم تفصیلی یا اجمالی محصور نسبت به اون تصرف ها باشه جایز نیست، چون یک پنجمش مال خود این صاحب خونه نیست. فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مال اوناست، مال ارباب خمسه. بله خیلی وقتا انسان علم تفصیلی نداره، علم اجمالی محصور هم نداره، شاید این خونه را یه جوری تحصیل کرده که خمس درش نبوده، یعنی فرض کنید خریده نه بیعه عین کرده به عین، بیعه در ذمه کرده که وقت در این خمس نباشه، مثلا در ذمهش خمس، اون پولی که داده بعد در ذمهش خمس اومده، یعنی اون پول درش خمس بوده. و خیلی وقتا مثلا علم نه تفصیلی داره نه اجمالی محصور، اجمالی که تمام اطرافش محل ابتلاش باشه. چی؟ نه دیگه، ید معتبره، هیچ نیازی به بحث نیست، بلکه شاید یه جاهایی، نه شاید، حتما یه جاهایی محبوب نباشه بحث. زن شرعا مطلقا حکم شک داره، علم و شک، و زنم تابعه مثل شک میمونه، مگه یه موارد خاصی. به نظر میرسه همجور که جماعتی فرمودن این عناوین جنابت، نمیدونم غسل‌های زنانه، مس میت، نمیدونم این عناوین شرط صحت غسل نیست، چون دلیل نداره. دلیل میگه جناب باید غسل کنه، اما باید غسل کنه به نیت جنابت، این کلمه جنابت باید بلد باشه، نه لازم نیست. ولی وقت در غسل هم مثل وضو این
اگر چند جهت برش هست، چند حدث داره، یه بار غسل کنه اونا رفع میشه. لذا کسی که غسل جنابت بلد نبوده، هیچ وقت غسل جنابت نمی کرده، تا اگه جنوب شده تا یه غسل دیگه ای نکرده، اون فتره اگر نماز روزش باطل نی، نماز اگه خونده اون نمازها رو باید قضا کنه، یا اگر وقت هنوز هست اداعاً بخونه وقتی که فهمید، و اگر گذشته وقت قضا کنه اون نمازها رو. اما اگر یه غسل دیگه کرده، غسل جمعه کرده، غسل زیارت کرده، یه غسلی کرده، اون جنابت هم رفع میشه. کما اینکه همین مسئله هست نسبت به میت. اگر یک کسی جنوب بود، حالا غسل هم بلده، غسل نکرده سکته کرد مرد، حالا میخوان غسلش بدن، غسل جنابت هم بدن، جدا نه، همون غسلایی که بهش میدن همون جنابت هم رفع میکنه. لاغش قاعدتاً نه، احتیاطش خوبه، اما به نتیجه الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم ظاهرم بگیره این را. ولو بعضی از فقها ها اشکال کردن، اما به نظر میرسه نه اشکال نداشته باشه. البته این به شرط اینه که از جسد خودش استفاده نکنه در اون ارضاها، از دستش، از این چیزی، از جسد خودش یا چیز دیگه، همون در اثر اون صحبتی که میشنوه که صدق کنه از واجه. یا اطلاقات اون دلیل تو روایت داره الناکح و کفه، اگه شد با اطلاق اون میگیرستش. چی؟ نه ببینید همین ببینید ناکح و کفه، یعنی اگر با مثلا صدای زوجه، با صحبتهایی که میکرده، اون تنهایی موجب ارضایش نشد، از دستش استفاده کرد، قاعدتا اطلاق اونم بگیرتش. یعنی میخواید بگید منصرفه به اینکه یه چیز صحبت زوجه نباشه. على كل مشكلة. نه اگه تصویرش آمد بازم اون از واجهه اشکال نداره. عرض کردم از بدن خودش یا یک جسم دیگه استفاده نکرده باشه در این ارضا. نه ببینید
بحث بحث کبرویه نه بحث صغروی. اگه یک صغرایی مصداق این کبرا بود و جهت دیگه نبود، و اصلا نقض همیشه نقض به مبنا نمیشه. مبنا اینجور استفاده کرده، نقض به بنای بر مبنا میشه. یعنی کسی که شهرت که جبر و کسر میکنه به عنوان کبرا تامه، اما صد اسکندر نیست که شهرت تنها دلیل که نیست، مثل خود ظواهر تنها دلیل که نیست. این ظاهر اگه یه مخالفی پیدا کرد دیگه حجیت نداره. یا قول ثقه زراره رضوان الله علیه، اگه یک قول دیگه از معصوم علیه السلام برخلاف قول زراره بود، از محمد بن مسلم مثلا، این صد اسکندر که نیست. اما بحث اینه که اگر کسی جبر و کسر دلاله را قبول نداره و یه جایی طبق جبر و کسر دلالی فتوا داده و یه جهت خاصی نداره، وقتی نقض میشه. ولی اگر این نباشه اصلا نقضی بر هیچ دلیلی وارد نمیشه. بله بله، دلیل خاص داره. لا صلاة الا بفتحة الكتاب مال همه نماز هست، واجب و مستحب. فقط در نماز واجب هست فقره و متیسر منه، که بحث اینه که آیا سوره کامله واجب باشه یا بعض سوره هم کافیه. مشهور بین فقها اینه که در نماز واجب سوره کامله باید باشه، ولو سوره که چند آیه بیشتر نیست، مثل سوره قل هو الله احد، مثل سوره انا اعطینا. بله در نوافل. بله بله بله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.